یک طیفی از نظریات وجود داره که یک سر طیف نظریاتی هست که دنیا رو دو قطبی میبینند. هر مفهوم رو شما بهش میگه یه نقطه متضادش رو میگن. خدا، شیطان، خیر، شر، خوب، بد، شب، روز، مرد، زن و هر چیزی رو که شما میخوای بهش میگی دنبال تضادش میگردن. موضوعی که من برای امروز انتخاب کردم در خدمتون باشم با عنوان شنویدن در عصر جدید هست. من واقعیتش دوستان تخصصم آیتیه، مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات خوندم و به جرأت و به تحقیق میتونم به شما بگم که در طول تاریخ هیچ وقت بشریت به این اندازه به تکنولوژی های ارتباطی و فناوری های ارتباطی دسترسی نداشته. اما جای تعجب اینجاست که میزان و کیفیت ارتباطات و کارکردشون بسیار پایینه. شما فکر میکنید که این مشکل از کجا ناشی میشه؟ خیلی ها برای پاسخ به این سوالشون فکر میکنن که تو زمین مهارت هاشونه. فکر میکنن خلأ مهارتی دارن و میتونن با کسب یک سری مهارت ها این ضعف رو جبران کنند. اما من میخوام تو این چند دقیقه که در خدمتتون هستم خدمتتون عرض کنم که بخش اعظم داستان مهارتی نیست، بلکه شناختیه. ببینید دوستان، ما انسان ها همونطور که آقای دکتر وحدت نسب هم خدمتتون ارائه فرمودن، اعصار مختلفی رو پشت سر گذاشتیم تا به امروز رسیدیم. یه برهه عصر شکار بود، بعد کشاورزی، بعد صنعتی، و از موقعی که دیجیتال و کامپیوتر وارد زندگی ما شد با تحول خیلی شگرفی مواجه شدیم، به صورتی که در خیلی از جاها از محصول خودمون عقب موندیم و با حجم انبوهی از تئوری ها، تکنولوژی ها و فناوری ها اطلاعات مواجه شدیم که هضم اونها برای ما خیلی سخته و به جای اینکه برای ما کارکرد مثبتی داشته باشه شده کج کارکرد. اما پیشرفت بشریت به اینجا منتهی نشده و ما الان در واقع برهه‌ای داریم سپری میکنیم که در حال گذار از عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات هستیم به عصری به نام عصر مفهومی، که این عصر مفهومی که بهش در واقع میگن conceptual age مؤلفه های خاص خودشو داره، الزامات خاص خودشو داره و شما برای زیست و هماهنگی با این پارادایم و با این عصر نیاز هست که با عصر قبلی رابطتون رو کامل کنید، که اگر نتونید رابطتون رو با عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات کامل کنید با موفقیت نمیتونید وارد عصر مفهومی بشید. کما اینکه در گذشته این تجربه شده، خیلی از این عصرها و انقلابهایی که ما تجربه کردیم وقتی مثلا از عصر کشاورزی میخواستیم وارد عصر صنعتی بشیم، خیلی از در واقع آدمها نتونستن خودشون رو با عصر جدید هماهنگ کنن و با همون تکنولوژی و با همون سطح دسترسی از دنیا رفتند. لذا ما هم اگر در این عصر گذار اگر نتونیم با عصر فناوری اطلاعات خودمون رو کامل کنیم وارد عصر مفهومی بشیم، به احتمال زیاد با همون سطح دسترسی از دنیا خواهیم رفت. اما من میخوام که در این چند دقیقه ضمن تبیین این که اصلا این مسئله شناختی ریشش کجاها هست، یک تکنیک رو خدمت شما معرفی بکنم که با استفاده از اون تکنیک بتونید سطح دسترسیتون رو بالا ببرید و به راحتی از این گذار عبور بکنید. قبلش باید اول به شما بگم که اصلا عصر مفهومی شامل چه مؤلفه‌ای هست، تا اینکه یک ذهنیتی از این موضوع داشته باشید ابتدا، بعد ببینیم که ما چطور از این گذرگاه می‌خوایم عبور کنیم. در عصر مفهومی 6 تا مؤلفه وجود داره. اولش اینه که میگه شما صرفاً با تولید انبوه نمیتونید الان به اون سود و اون مطلوب خودتون برسید. در کنار تولید انبوه شما بایستی بتونید طراحی ویژه‌ای هم داشته باشید. در عصر مفهومی شما
برای هر کالا و خدماتی که ارائه میکنید بایستی بتونید یک داستانی رو براش پشتیبان قرار بدید و از داستان سرایی به عنوان بهترین تکنولوژی آموزش در عصر مفهومی استفاده میشه. مورد بعدی بحث همنوایی. شما بایستی بتونید با هیجانات مخاطبتون همنوا بشید و باهاش بتونید همدلی بکنید. و مورد پنجم اینه که شما صرفاً با جدیت و برنامه‌ریزی دقیق که در عصر دیجیتال و فناوری اطلاعات مورد هدف بود، الان شما نمیتونید به اون مطلوبیتون برسید. بایستی بتونید با ایجاد فان و بازی مخاطب را با خودتون همراه بکنید. اما آخرین مورد و مهمترین مورد بحث معنا پردازیه. در عصر مفهومی اگه شما موفق نشید برای خدمات و کالا یا مفهومی که میخواید پرزنت کنید یک معنایی ورای خود ترسیم بکنید، کار شما اون هویت لازم رو نخواهد داشت، چون در عصر مفهومی مردم بیشتر به دنبال معنا هستن و اگه شما نتونید این ارتباط رو برقرار کنید و ذهن مخاطب رو باش اوکی کنید، با شما همراه نخواهد شد. خب حالا ما میخواییم وارد بشیم به عصر مفهومی، اما هنوز در عصر فناوری اطلاعات گیریم. چرا گیریم؟ چون با بمباران اطلاعاتی و حجم انبوهی از تکنولوژی، تئوری، نظریه، تا یک هنوز تکنولوژی رو ما با خودمون حذف نکردیم، یه تکنولوژی جدید سری میاد رو و تا بخوایم به خودمون بیاییم تکنولوژی جدیدتر اومده رو. خب من چطور الان رابطم رو با این کامل کنم؟ یک موضوعی که میتونه به ما کمک بکنه که شما رابطتون رو با این مباحث و با این جنگل تئوری ها و تکنولوژی ها اوکی کنید، کلاسفیکیشنه. آقای ملکیان یه حرف جالبی داره، میگه فرق آدم بی سواد و با سواد در اینه که آدم با سواد میتونه کلاسفیکیشن کنه، ولی آدم بی سواد همه یکی انگاری میکنه و همه تمشون یکیه، همه این تکنولوژی ها یکیه، همه این تئوری ها یکیه و یه خط بطلان روش میکشیم و ذهنمون رو قفل میکنیم. اما اگه شما موفق بشید بتونید کلاسفیکیشن کنید، از این گذار به راحتی میتونید عبور کنید، چون یک بیگ پیکچری از کل داستان دستتون میاد و میتونید جغرافیای تفکر خودتون رو مشخص کنید و جغرافیای تفکر مخاطبتون و محتوایی که باش مواجه هستید رو مشخص بکنید و ارتباط موثرتری برقرار بکنید. حالا من برای اینکه بتونم این کلاسفیکیشن رو برای شما ترسیم بکنم، از مدل آقای کرت مورگان استفاده کردم که ایشون اومده تمام تئوری‌ها، مبانی نظری، تمام در واقع علوم، همه اینها رو آورده در 4 تا پارادایم کلی طبقه بندی کرده. اما قبل از اینکه این 4 تا پارادایم رو به شما معرفی بکنم و ارتباطش رو با طرز تفکر خودمون به شما عرض بکنم، میخوام بگم مثلا چطور به این مدل رسیده و چطور این طبقه بندی رو انجام داده. شما حتما خاطرتون هست در زمان دوران نوجوانی وقتی ما میخواستیم تو مدرسه مختصات یک نقطه رو روی یک صفحه مشخص کنیم، از چه استفاده می‌کردیم؟ از محورهای مختصات استفاده می‌کردیم. یه محور X می‌کشیدیم، یه محور Y و بر اساس اینکه در کدوم از این ربع‌ها این در واقع نقطه ما قرار داره، ما می‌تونستیم مشخصات و مختصات اون رو مشخص بکنیم. آقای کرت مورگان هم از همچین در واقع مدلی استفاده کرده و اومده برای محورهای X و Y‌اش دو تا مفهوم رو در نظر گرفته. برای محور Y‌ها اومده نوع نگاه فرد یا اون تئوری و اون نظریه به جامعه رو لحاظ کرده. خیلی از در واقع ایشون در مطالعاتشون دیدن که یک طیفی از نظریات وجود داره که یک سر طیف نظریاتی هست که دنیا رو دو قطبی میبینند. هر مفهوم رو شما بهش میگه یه نقطه متضادش رو میگن: خدا، شیطان، خیر، شر، خوب، بد، شب، روز، مرد، زن، و هر چیزی رو که شما میخوای بهش میگی دنبال تضادش میگردن. و در نقطه مقابل این کیف نظریات و صاحب نظرانی هستند که میان نظام هستی و کل جهان هستی را به عنوان یک سیستم کل در نظر میگیرن و اعتقادشون بر اینه که یک قانون جامع بر این سیستم کل حاکمه. و در کیف ایکس اون اومده چی را در نظر گرفته؟ نوع نگرش ما به فلسفه علم، این که ما ذهنی‌گرا هستیم یا عینی‌گرا.
برای اینکه این خوب برای شما ترسیم بشه، من اسلاید بعدی رو ببینید که چه داستانی پشت این عینی‌گرا و ذهنی‌گرا بودن هست و به همین صرفا انتخاب ما نیست که من بگم که بله من امروز خوشم اومده از ذهنی‌گرایی، میخوام از امروز ذهنی‌گرا بشم، یا من نه فکر میکنم که ذهنی‌گرایی یه مقدار به خرافه نزدیکه، میخوام از ذهنی‌گرایی دور بشم برم به سمت عینی‌گرایی. باید خدمتتون عرض کنم که این به همین راحتی برای شما دسترسی ایجاد نمیکنه و یک عقبه ای داره که ریشه در نحوه تربیت ما، نحوه فرهنگ ما و جامعه که درش حضور داریم، که این چهار تا مؤلفه رو برای ما مشخص میکنه، که این چهار تا مؤلفه وقتی نوعش برای ما مشخص شد، این هاست که تعیین میکنه من آدم عینی‌گرا هستم یا آدم ذهنی‌گرا هستم. خب حالا این محورهای مختصات برای ما ترسیم شده. وقتی که شما عینی‌گرا باشی و نظم دهی، گرایش به نظم داشته باشی، توی پارادایم کارکردگرا قرار میگیری. اگر عینی‌گرا باشی و تغییر بنیادی یا همان گرایش به تضاد داشته باشی، در پارادایم ساختارگرای بنیادی. دوستان تمام علوم دقیقه اینجا قرار دارن، روانشناسی، علوم نمیدونم مدیریت، ریاضی، فیزیک، اینها در واقع مثلا سوسیالیستا تو این پارادایم قرار دارن. انسانگرای بنیادی، اگر شما ذهنی‌گرا باشی و تغییر بنیادی در واقع نوع جهان‌بینی شما به دنیا باشه، در انسانگرای بنیادی قرار می‌گیرید و خیلی از تفکرات در واقع افراطی در این حوزه قرار می‌گیرن. و پارادایم تفسیری که الان غرب و اروپا به این نتیجه رسیده که پارادایم غالب جامعه‌شون رو ببرن به این سمت. چطور؟ با دستکاری در مؤلفه هایی که در جامعه وجود داره، نقشی که هالیوود بازی میکنه و با فیلم های تخیلی که داره تولید میکنه و به بازار عرضه میکنه، در واقع داره ذهن جامعه رو از سمت عینی‌گرایی داره به سمت ذهنی‌گرایی میبره، تا اینکه بتونه اون پارادایم تفسیری رو در جامعه جا بندازه. خب این چهار تا نقشه رو من چون سعی میکنم که خیلی مدل رو خلاصه بکنم که بتونم برای شما قابل هضم بکنم در این چند دقیقه، چند تا قانون داره این مدل. اول از همه میگه که آقا ترکیب این پارادایم ها اصلا غیر ممکنه. چرا؟ چون ابزار سنجششون با هم متفاوته، شما نمیتونی این دوتا پارادایم رو در یک جا قرار بدی. قانون دومش اینه که این پارادایم ها بدیل یکدیگرن، از این نظر که یک آدم میتونه دوتا پارادایم ها تجربه کنه ولی نه در آن واحد. شما بایستی مدت‌های مدید بگذره از حالت ذهنی‌گرایی به سمت مثلا عینی‌گرایی بتونید حرکت بکنید، تا اینکه بعد بتونید ادعا کنید که میتونم شیفت پارادایم بدم، که اگر این اتفاق در شما رقم نخوره شیفت پارادایم نمیتونید بدید. اما اینها مانع الجمعند که شما نمیتونید همزمان دو تا پارادایم رو همزمان داشته باشی، بگی یه سبد کالا گرفتم دستم، یه مقدار از کارکردگرا خوشم میاد، یه مقدار از انسانگرای بنیادی خوشم میاد، یه مقدار از تفسیری خوشم میاد. همچین چیز اتفاق نمیفته. شما در یک برهه از زمان فقط میتونید در یکی از این پارادایم ها حضور داشته باشید. و اونم عرض کردم که خیلی از اینها دست خود شما نیست، مؤلفه های فرهنگی داره، مؤلفه های تربیتی داره و مؤلفه های شناختی داره. و اما آخرین در واقع قانونی که هست اینه که وقتی ما میخواهیم راجع به یکی از این پارادایم ها نظر بدیم، باید اینو در نظر بگیریم که من نمیتونم در پارادایم کارکردگرا قرار بگیرم و راجع به پارادایم تفسیری افاضه فرض کنم، نمیتونم در پارادایم تفسیری قرار بگیرم و در راجع به پارادایم ساختارگرای بنیادی نظر بدم. چرا؟ چون انگار شما یه متر گرفتی دستت، میخوای بری یه لیتر آب رو بسنجی، آیا مقدوره؟ نه، چون ابزار سنجش شما متفاوته. خب امیدوارم که دستتون اومده باشه که وقتی ما میخواییم با تفاوتها برخورد بکنیم چطور قراره که با اینها مواجه بشیم. امیدوارم که یه بیگ پیکچری از کل این مفاهیم خدمتون داده باشم. حالا میخوام وارد بشم به موضوعی که ما چطور ارتباطمون رو در عصر جدید که همون عصر مفهومی هست برقرار بکنیم. Intellectual Renaissance.